دکتر صاحب عزیز، سلام مجدد. خدا کنه که خوب باشین. بحث خود شما انشاءالله پیگیری میکنیم. موضوعی که به این جلسه خود شما مطالعه میکنیم پروستات است. پیش از اینکه بیایم سر بحث پروستات، خوبه که پروستات رو بشناسیم. پروستات چی هست و چی وظیفه داره؟ بله، پروستات یک قده که در این قسمت موقعیت داره. این مثانه این اهلیله، یعنی جایی که ادرار خارج میشنه، اهلیل این قسمت. این اسکروتوم بود که شما فهمیدیم بیشتر به خود شما خوندیم، و این هم پروستات، این قده سبز رنگ. میبینیم یک قسمت پروستات این طرف اهلیله، یک طرف یک پروستات قسمت از پروستات بی طرف اهلیل. پس پروستات یک قده فبرو مسکولو اپیتلیال، فبرو نسج فبروز، مسکولو نسج عضلی، و اپیتلیال نسج اپیتال، یعنی از سه اجزا ساخته شده: مسکولو، فبرو مسکولو اپیتلیال، که در قسمت تحت مثانه قرار داره. سعی کنیم در تحت مثانه، در خلف سیمفیسیس پوبیس، یعنی استخوان پوبیس، استخوان پوبیس، و این هم در تحت از این چی قرار داره؟ پروستات قرار داره. وزن نرمال از 20 گرامه دکتر صاحبا، 20 گرام. اینجا زوم کردیم کلانتر شده، نه یعنی پروستات. میبینیم مجرای ایلیل یا مجرای که ادرار از اونجا تخلیه میشه از داخل پروستات رد میشه، یعنی مثانه، ای پروستات یا مجرای ایلیل، ایلیل که از قسمت رد میشه. پس بشناختیم که پروستات در عمق مثانه قرار داره، در گردن مثانه، در تحت مثانه، در خلف سیمفیسیس پوبیس، استخوان پوبیس یا استخوانی که هانک میگه ما و شما، که شما حتما به آناتومی بخوندیم. خب گفتیم که یک قده فبرو مسکولر اپیتلیال، یک قده که از نسج فبرو مسکولر و اپیتلیال ساخته شده، و از مزی 20 گرامه، و توسط چی سپورت میشه یا حمایت میشه؟ توسط پوبو پروستات لیگامنت و یوریجنیتال دیافراگم. سعی کنیم به این قسمت پوبو پروستا دی لیگامنت، یک لیگامنت یکی پروستات به این استخوان پوبیس، انمی استخوان پوبیس ای وصل میکنه که بی جان نشه، ای استناد میده. و یکم یوریجنیتال دیافراگم، این قسمت هم یوریجنیتال دیافراگم، انمی قسمت یوریجنیتال دیافراگم، یعنی بین همو یوریجنیتال دیافراگم و لیگامنتوم پروستو پوبیک این موقعیت داره و وضو استکام میده. پروستات از نظر از این که یک قده بزرگیه به چند بخش تقسیم شده. دو تا دانشمند آمادم این تقسیم کردم، یک مکنل یک لوسلی. لوسلی و مکنل آمادم پروستات تقسیم کردن. لوسلی یک دانشمندی بود که ایر به 5 لوب تقسیم کرد، و مکنل یک دانشمندی بود که ایر به 5 زون تقسیم کرد. لوب به معنای بخش، یا میگیم لوب فرانتال، یا میگیم مثلا لوب اوکسیپیتال به دماغ که شما به آناتومی خوندیم. لوب یعنی قسمت، زون یعنی بخش، درست شد؟ لوب یعنی قسمت، لوب اصلا مغز معنی میده، همون که میگه ای اول الالباب، ای صاحبان مغز. یعنی لوب چی میشه؟ لوب یا همون لوب مغز میشه دیگه، یا بخش معنی میده. به اینجا هم 5 زون یا به 5 حصه تقسیم کرده. سعی کنن این 5 حصه به این رنگ‌های مختلف ما مشخص کردیم. پروستات اینجا زون کرده، میگیم که این قسمت، سعی کنیم قسمت بی رنگ پریفرال زونه، گفتیم به 5 زون تقسیم شده پریفرال زون. این قسمت رنگ صورتی که داره، نه سنترال زون، سنترال زون. این رنگ میبینیم که به شکل نقطه نقطه آمده، فبرومسکولار استروما، فبرومسکولار استروما. ای که به شکل این قسمت مرکزی، این میگیم ترانزیشنال زون، ترانزیشنال زون. و یک زون دیگه هم داریم پری یوریترال زون، یعنی اطراف همی ایلیل، پری یوریترال زون، پری به آنهای اطراف، پری یوریترال زون یا اطراف ایلیل. پس بفهمید که قده پروستات در تحت مثانه، در خلف پوبیس قرار داره، و این قده از نظر مکنل و لوسلی دو دانشمند و 5 سه تقسیم شده، که 5 سه از شامل چی بخشایه؟ پریفرال زون این قسمت، سنترال زون این قسمت،
ترانزیشنال زون این قسمت، فیبروموسکولار استروما این قسمت و پیری یوریترال زون اطراف هم ایلیل هم این نقطه زرد رنگ خو میبینیم، این میگیم پیری یوریترال زون. پس بفهمیدیم که پنج بخش پروستات بشناختیم. چرا این پنج بخش برای ما ارزش داره؟ چرا ما باید این پنج بخش بفهمیم؟ به خاطر از اینکه امراضی که پروستات در پروستات ایجاد میشه یا پروستات معروف میسازه از قسمت های مختلفی از اینه. مثلا سرطان ها بیشتر از پریفرال زون منشأ میگیرن، سرطان های پروستات، ولی سرطان های سلیم پروستات یا سرطان های یا بی پی اچ که میگیم یا پروستات که اندازه بزرگ میشه و قسم سلیم از ترانزیشنال زون مثلا منشأ میگیره. متوجه شدیم؟ به این خاطر خیلی برای ما ارزش داره و حتما شما اینا رو حفظ بکنین، زونای پروستات رو باید از بر داشته باشین. خب طوری که پیشتر گفتم پروستات انواع مختلفی از امراض میتونه درگیر بکنه. یا مریضی های پروستات به چند کتگوری تقسیم میشه، یکی آفات التهابی پروستاته، یکی بی پی ایچه، یکی هم کارسینومای پروستاته. پس سه مریضی میتونه پروستات درگیر بکنه، درست شد؟ انفلامیشن یا التهابات پروستات، بی پی ایچ یا چی؟ یا میگم مریض بی پی ایچ داره یا مریض پروستاتی بزرگ شده، بی یعنی بیناین، پی یعنی پروستات، ای میگیم هایپر پلازیا یا هایپرتروفی، فرق نمیکنه. یعنی هایپرتروفی یا هایپرپلازی سلیم پروستات، این خبیث نیه، این سلیمه، درسته؟ پروستات بزرگ میشه ولی پروستات اندازه و بزرگ میشه ولی سلیمه، سرطانی نیه. و مریضی سوم یا پاتولوژی سومی که پروستات درگیر میکنه کارسینوما پروستات، سرطان پروستات، کارسینوما پروستات یا سرطان پروستات. اول خود شما التهابات پروستات میخونیم، بی پی ایچ و کارسینومار انشالله باز به تعقیبی ها. التهابات پروستات سه قسمه دکتر صاحبا، یعنی قده پروستات بشکیر بیارم، این قده پروستات سه به سه تیپ یا به سه نوع باکتری ها میتونم این التهابی بکنن، این التهابی بکنن. اکیوت باکتریال پروستاتایتس، اکیوت به معنای هات، صحیح شد؟ هات باکتریال یعنی باکتریایی، پروستاتیس یعنی التهاب پروستات. التهاب پروستات که به قسم هات بشه، یعنی زودی اعراض علائم شروع شه و عامل از این باکتری ها باشن. مریضی دوم کرونیک باکتریال پروستاتایتیس، کرونیک به معنای مزمن یا قدیمی، مزمن باکتریال باکتریایی، پروستاتایتیس هم پروستات. کرونیک نان باکتریال پروستاتایتیس، کرونیک به معنای مزمن، نان باکتریال بدون باکتریایی و پروستاتایتیس التهاب پروستات. به دو تا باکتری ها عامل پروستاتیتن یا التهاب پروستاتن، به یک سوم باکتری ها عامل پروستات نیستن. این به نام پروستاتودینیا میگن، پروستاتودینیا، پروستاتودینیا میگن مریض پروستاتودینیا داره. شما که این بگم باید بفهمین که پروستاتیت مزمن داره ولی عاملی و باکتری ها نیست، یعنی عاملی و باکتری ها نیه. به او خاطر خیلی مهمه، تداوی هر کدوم متفاوته و هر کدوم از خود خود یک سری چی دارن، یک سری مشخصات دارن. اکیوت باکتریال پروستاتایتیس خود شما میخونیم، طوری که از اسم از این معلومه دکتر صاحبا، اکیوت به معنای هات، اکیوت به معنای هات، باکتریال یعنی باکتریایی، پروستاتایتیس یعنی پروستات. مثل که به سایر قسمت های بدن شما میخونیم، مثلا سیستایتس میگیم، شما سلایده پیشتر پیالونفرایتس خوندیم، همین آیتس که بیاین التاب معنی میده. پروستات به قسم هات، مثلا مریض میگه تا دیروز دکتر صد ما کاملا خوب بودم، از دیشب برای من یک دفعه تب و لرز پیدا شده و قسمتی به قسمت نعی احجان یا قسمت زیر خوشیه هم یک درد شدیدی پیدا کرده و ادرار من سوزش داره، این شما مشکوک میشین به اکیوت باکتریال پروستاتایتیس، چون هات تحسس کرده، چون دیشه به یک شام دروز ایجاد شده، میگیم اکیوته یعنی هات. و باکتریال پروستاتایتیس چی رقم تعیین میکنیم؟ معاینه ادرار میدیم، در معاینه ادرار میبینیم که مریض چی داره؟ مریض در ادرار و باکتری ها دیده میشه، WBC یا دیده میشه، یعنی ادرار مریض منتنه، به این خاطر میگیم مریض اکیوت باکتریال پروستاتیت داره. این چینا مریضا چی لوحه کلینیکی دارم دوستا؟ لوحه کلینیکی از اینا تب، دیسیوریه و یا میتونه گاهی یوری رتنشن باشه. و مریضا تب و عرق دارن شدید،
سوزش ادرار دارم یا ای که بندش ادرار دارم. اگر مریضی با تب و لرز و درد نی ایجان پیش شما مراجعه کرد و گفتی شدیدن به این جدید شروع شده، یعنی دیشب یا دیمروز شروع شده و بندش ادرارم داشت، به زی مریض فولی نمندازیم. به زی فولی یا مو پیپی که از مجرای مادرزادی داخل میشه و مثانه تخلیه میکنه نمندازیم، به خاطر از اینکه از کنار پروستات التهابی تیر میشه و باکتری ها رو به دوران خون تله میکنه و سبب وجود آمدن سپسیس میشه. به این خاطر به این مریضا فولی مذاب دستت باب است، یعنی باید به مریضای اکیوت باکتریال پروستاتیت فولی نندازیم و از سر شکم اینا، یعنی سوپراپوپیک برین یک کاتتر بگذاریم، یک سوزنی از سر شکم میزنیم مثانر از سر شکم اینا یا از قسمه از بالای بطن اینا چیکار میکنیم؟ تخلیه میکنیم. که باز متخصصین دیورولوژی باز این راحت میتونم اجرا بکنن. تداوی از این چیه دکتر صاحب؟ تداوی از یک مریض یورین ریتنشن دش یا بندش ادرار دشت، از سر شکم یا ادرار خلی میکنیم و مریض آنتی بیوتیک زرقی میدیم. و من دوایی که خیلی خوبه به این مریضا امینوگلوکوزید ها مثل جنتامیسین و امیکاسین همراه با سفتریاکتون یا آمپیسیلین میدیم، خوب نتیجه میده. یا ای که به مریضا از خانواده کوینولون ها میدیم، کوینولون ها مثل لیوفلاکس میدیم، خود چی؟ خود مثلا سفازولین. اینا تجاربه که ما داریم از کلینیک، نتیجه خوب میده به مریضا. مریضا باید مای درمنی هم بشن، مایات فراوان هم بدیم بر اینا تا ای که مریض اثر تب و عرق کدشته مایات از دست داده. کرونیک باکتریا پروستاتیت چیه دکتر صاحبا؟ به اکیوت باکتریا پروستاتیت پروستات اندازه بزرگ میشه چون التهابیه. در کرونیک پروستات متکمش میشه، کوچک میشه، یعنی خرد میشه. کرونیک مریض یک سابقه طولانی از امراض پروستات، از ادرار، بندش ادرار، سوزش ادرار و از تکرر ادرار شکایت میکنه. وقتی که معاینه ادرار به مریض میدیم، فور کپ تست میدیم، یعنی 4 گلاس به مریض داده میشه، یکی از اول ادرار به تک گلاس میریزونه، یکی از وسط ادرار میریزونه، یکی بعد از اینکه پروستات ما ماساژ میدیم، یعنی دست خور قسمت توشی رکتال دست خور بالای نایی پروستات میگیریم و اون ماساژ میدیم که تخلیه شه افرازاتی رو. بعد از اون مریض میگیم ادرار بکنه، ادرار میکنه یا به داخل پیاله سوم و آخرین ادرار خورم به داخل پیاله چهارم میریزه. این به نام فور کپ تست میگیم. 10 cc اول مریض به داخل یک پیاله، قسمت متوسط به داخل یک پیاله، بعد از اون ماساژ پروستات میدیم، با ادرار میکنه به داخل پیاله سوم و آخر در پیاله چهارم. و میبینیم که در پیاله سوم وقتی که پروستات ماساژ داده شده، میبینیم که باکتریا زیاد دیده میشه. میگیم کرونیک باکتریال پروستاتایتیس مریض داره. وقتی کشت بکنیم میرویه، میکروب ها باکتری های متفاوت میرویه و اینجا ما شما رو مشکوک میکنه. کرونیک من باکتریال پروستاتیت وقتی که معاینه ادرار پاک بیایه و کدام باکتری نیافیم ولی مریض اعراض و علائم دشته باشه، مثلا تکرر ادرار، بندش ادرار داشته باشه و مشکوک بشیم که حتما کرونیک نان باکتریاله چون ادرار پاک و استریله، به خاطر بنا پروستادینیا میگیم. تداوی از این کلا متفاوته. در این دوتا آنتی بیوتیک میدیم، به این مریض آنتی بیوتیک نمیدیم. به این مریض چی میدیم؟ الفا یک ادرنرژیک بلاکر ها میدیم مثل تامسولاسین، یک دوایی واسه شما ان شاء الله اینا میخونیم. فعلا در این حد کفایت میکنه که شما بفهمید. پس بفهمید که التهابات پروستات سه قسمه: اکیوت باکتریال پروستاتایتیس، کرونیک باکتریال پروستاتایتیس و کرونیک نان باکتریال پروستاتایتیس. در دو تا اول باکتریا دیده میشه، در یکی سوم باکتریا دیده نمیشه و تداوی از آنتی بیوتیک هم نیست. بحث دیگه که خود شما پی میگیریم بحث التهاب و در پیشتر هم گفتیم که در التهابات هات ما میشن از چیای زرقی شروع میکنیم، از آنتی بیوتیک های زرقی و سیوتیف. سکنم دکتر صاحبا این 5 زونی که پیشتر گفتم، این پریفرال زونه، این سرخ پریفرال زون صحیح شد یا زون محیطی؟ این بی ترانزیشنال زونه، ترانزیشنال زون سکنم یعنی ترانزیشنال زون. این رنگ صورتی این چیه؟ این پریفرال زونه صحیح چیه؟ پری اجاکولیشن زون صحیح شد. ای ببخشیم سنترال زونه، ای سنترال زونه، دوباره میگم پریفرال زون، سنترال زون، ترانزیشنال زون، فیبرو مسکولر زون، فیبرو مسکولر زون و پیری یوریترال زون. سکنیم پیری یوریترال
زون، پنج زون از این باید شما بشناسین دکتر صاحب. این خود پروستات سبودی کردین، پریفرال زون، سنترال زون، ترانزیشنال زون، فیبرومسکولار زون و چی؟ و پریوریترال زون. سرطان های پروستات عموماً از این سرخ میبینیم علامه خطره، از این نایی سرخ منشأ میگیره. یعنی سرطان پروستات همیشه از چیه؟ از پریفرال زون، 80% از پریفرال زون منشأ میگیره. و اما بی پی ایچ یا سرطان سلیم پروستات از کجا منشأ میگیره؟ از ترانزیشنال زون، از ای بی منشأ میگیره. پس این زونا به خاطر از این خیلی چیه ارزش داره. قده پروستات به حالت نرمال 20 گرامه، ولی تا 100-150 گرام هم که میکلون شه در مریضایی که بی پی ایچ دارم، بینان پروستات هایپرپلزی دارم، دیده میشه که باید عملیات بکنیم. خود پی پی ایچ تعریف چیه دکتر صاحبا؟ گلندورال انستروما هایپرپلزیه. یعنی چی؟ یعنی هم قدوات پروستات و هم استروما و نسج منظم پروستات، هر دو تا هایپرپلزی میکنه، ولی به قسم سلیم، به قسم سرطانی نه، به قسم سلیم بیناین. صحیح شد؟ سلیم یا بی خطر. گلندولر و استروما هایپرپلزیا، بیشتر ترانزیشنال زون گفتیم، نه ترانزیشنال زون. گلندولر هایپرپلزیا یعنی نه ترانزیشنال، سه کنیم این قسمت یعنی بی. همیشه بی پی ایچ از اینجا منشأ میگیره، یا چی؟ یا هایپرپلزیا سلیم از اینجا منشأ میگیره. یعنی اینجا هم تذکر یافته گلندولر زونه. بیشتر اینجا خود نه قدوی خود پروستات و رشد میکنه. ولی پریوریترال زون بخش استرومه اینه، سه کنیم این قسمت. ما پیشتر گفتیم که پروستات عبارت از چیه؟ هایپرپلزی های گلندولر یا قدوی و استرومال یا استرومه ایه. اینجا بیشتر گلندوماله، ترانزیشنال زون اینجا اوقدات بیشتر دیده میشه، ولی به پریوریترال زون استروماله. یعنی همزمان از این دوتا چکار میکنه؟ ای رشد میکنه، هم ای قسمت هایپرپلزیا میکنه هم ای قسمت. همین میگیم بی پی ایچ. خب که بیشتر پریوریترال زون هایپرپلزیا به نام میدیان لوب هم میشناسم دکتر صاحبا. ای وقتی که شما اگر به خیر یورولوگ شدیم عملیات که بکنیم، میبینیم که به داخل یک خود پروستات به داخل مثانه تفتخ کرده، یعنی به داخل مثانه بیروزده. هر گاهیت بیروزدگی شما داشتیم میگیم میگیم که پریوریترال زون رشد کرده. چرا؟ چون به پشت و جا نداره، تفتخ میکنه به تم مثانه. پس این به نام میدان لوب میگم یا لوب وسطی، سکنم چون به وسط قرار داره. متوجه شدیم؟ پس عموما رشد خود ترانزیشنال رشد قدویه و رشد پریوریترال رشد استرومهیه، و همین هر دو تا ترکیب از این میگیم بی پی ایچ. مریض هر گامی دو قسمت از او بیش از حد رشد کنه کلونشه، میگیم مریض بی پی ایچ داره. شما همی اندازه کفایت میکنه. بی پی ایچ بشناختیم. بی پی ایچ عبارت از چیه؟ هایپرپلزی های سلیم پروستاته که سرطانی نیه، ولی باعث بندش ادرار میشه، باعث تنگ شدن مجرای ادرار میشه. سه کنیم باش که بیزی عکس به شما بیتر بگم. هر این مجرای ادراره نه؟ هرگاه این دو قسمت هایپرپلزی کنه یا رشد بکنه، خوی مجرا تنگ میکنه، نه دیگه ادرار از اینجا عبور کرده نمیتونه، باعث بندش ادرار میشه و ما از طریق مثانه عملیات میکنیم و این پروستات میتونی قدتر ور میداریم و این مسیر باز نگه میداریم. عملیات از این بنامه پروستاتکتومی میگیم. خب دلیل اصلی پروستات چیه دکتر صاحبا؟ چرا بی پی ایچ ایجاد میشه؟ بی پی ایچ به خاطر چی ایجاد میشه در نزد مردای موسن؟ به خاطر یک هورمونی داره ما به نام 5 الفا ریداکتاز. صحیح شد؟ 5 الفا چیز دی هایدرو تستوسترون، تستوسترون به دی هایدرو تستوسترون تبدیل میکنه. 5 الفا ریداکتاز عبارت از هورمونیه که تستوسترونه که خونه، تستوسترون خونه به دی هایدرو تستوسترون تبدیل میکنه. دی هایدروکسی تستوسترون یا دی هایدرو تستوسترون. این چی تاثیر داره؟ پروستات به این قسمت ها دکتر صاحب، خب به این قسمت ها ریسپتور داره، آخذه داره، به آخذه های داره برای دی هایدرو تستوسترون. به دی هایدرو تستوسترون وقتی که به اینجی میایه، سبب تحریک تکثر از این میشه و سبب رشد از این میشه. پس دیهایدرو تستوسترون عبارت از هورمونیه دیهایدرو
دانسته کنیم دی هایدروکسی تستوسترون عبارت از هورمونیه که سبب رشد پروستات میشه. این از چی به وجود میاد؟ از تستوسترون به وجود میاد. توسط کدام هورمون؟ توسط هورمون 5 الفا ریداکتاز. پس ارگو ما به مریض دوای بدیم که هنمی دوامی 5 الفا ریداکتاز رو بشکنونیم یا نهی بکنیم، دیگه دیهایدروتستوسترون تولید نمیشه و مریض به سمت پروستات نمیره. همو دوا چیه؟ دوا فنستراید. فنستراید که به مریضا ما میدیم به مریضای پروستات دقیقا همین 5 الفا ریداکتاز نهی میکنه و تستوسترون نمیگذاره و دیهایدروتستوسترون تبدیل بشه. این خیلی مهمه. چرا؟ به خاطر که اگر سطح دیهایدروتستوسترون هر چی بلندتر بره و به سبب تحریک رشد پروستات میشه و دیهایدروتستوسترون دکتر صاحب باید شما باشه که در سنای بلند سطح بالا میره، یعنی جوانها 5 الفا ریداکتاز کمتر دارن و دیهایدروتستوسترون کم تبدیل میشه تستوسترون اینا، ولی با گذشت سن این انزایم سطح بالا میره و دیهایدروتستوسترون زیادتر تولید میشه و اون خاطر پروستات از سن 55 به بعد تحسس میکنه. در نزد جوانها ما پروستات نداریم و همین دیهایدروتستوسترون سبب ریزش مو هم میشه و به خاطر اگر شما دیده باشین دکتر صاحبای جلدی فنستراید میدن به مریضا، به خاطر چی؟ به خاطر که همین انزایم رو نهی بکنه و دیهایدروتستوسترون دیگه ساخته نشه. چی تداوی داره دکتر صاحبا مریضایی که پروستات دارن یا بی پی اچ دارن؟ تداوی از اینا دواییه. اول دوا میدیم، سه کاتگوری دوا داریم به مریضا. الفا 1 بلاکرها. الفا 1 بلاکرها چیکار میکنن؟ الفا 1 بلاکرها دکتر صاحب با این جسه کنیم، الفا 1 بلاکرها عنق مثانه رو شل میکنن. همینجوری ریسپتور دارن 5 الفا بلاکرها مثل تامسولسین، مثل الفازوسین، مثل پارازوسین، همین زوسین زوسینا هم میگه از همین خانواده دوستا. ای پروستات اینج نهی میکنم، عنق مثانه گشاد میشه یا وسیح میشه و ادرار از اینج بیتر تیر میشه و منجی به مخاطر میگیم الفا 1 بلاکرها خیلی موثرن. عوارض از اینا اینه که فشار خون پایین میارن، باید مریض وقت سرخو میگذاره و بالش شو یک از استفاده بکنه. 5 الفا ریداکتاز اینهبیتور، یعنی پیشتر که گفتم 5 الفا ریداکتاز اینهبیتور یعنی دوایی که سبب شکستن همی 5 الفا ریداکتاز میشه و نمیگذاره دیهایدروکسیتستوسترون تولید شه. اون به نام چی یاد میکنیم؟ به نام فنستراید میشناسیم. و آنتیکولینرژیک ها، آنتیکولینرژیک ها سبب توسع مثانه میشن، یعنی مثانه چیکار میکنن؟ توسع میدن. به او خاطر اعراض مریض خوب میشه. اینا جزء تداوی عارضی مریضه، یعنی اندازه پروستات خوب نمیشه ولی بندش ادرار مریض خوب میشه. این تداوی دواییه و تداوی جراحی داره. اگه بی دوا جواب نداد او تداوی جراحی میکنه. یعنی چی؟ یعنی کلا پروستات اوپن سرجری میکنیم، از طریق مثانه میکشیم یا تی آر پی میکنیم، ترانس یوریترال رزیکشن اف پروستات. صحیح شد؟ تی یو آر پی، ترانس یوریترال رزیکشن اف پروستات. از طریق ایلین، از طریق مادرزدی یک دستگاه داخل میشه و پروستات توسط دستگاه میکشیم. یکی هم لیزر پروستاتکتومیه، این هم توسط لیزر این کار انجام میشه. اینا شما نیاز نیست یاد گیریم، فقط امیر بفهمید که اول تداوی دوایی داره پروستات و بعدا تداوی جراحی داره و تداوی دوایی به مدت ادامه میدیم. اگر مریض به تداوی دوایی خوب نشود باید تداوی جراحی بکنه. اگر دوستا این بحث پروستات بحث فوق تخصصی و پیچیدیه، اگر خوندیم از کتاب و چیزی برداشت نکردیم باز میشه به گروه سوالات خود بگذاریم، باز من انشالله اونا رو جواب میدم. فعلا در این جلسه رو میجه ختم میکنیم، ادامه ما بحث خود به جلسه دیگه پیگیری میکنیم انشالله. خداحافظ و نگهدار شما.